صدها تن از فعالان مخالف حکومت اوکراین که در میدان استقلال کیف حضور دارند، عصر دوشنبه در برابر ساختمان وزارت دادگستری تجمع کردند و خواهان تخلیه این ساختمان از سوی دیگر معترضان شدند. آنها یادآور شدند که تا زمانی که اپوزیسیون سرگرم مذاکره با مقام‌های حکومت است، نیازی به اشغال ساختمان ادارات نیست. یکی از اعضای حزب آزادی می‌گوید: ساختمان اکنون از بیرون تحت کنترل فعالان میدان استقلال است و معترضانی که داخل بودند بدون هیچ مقاومتی آنجا را ترک کردند. و یکی دیگر از فعالان می‌گوید: هدف ما پرهیز از هر گونه تحریک و جلوگیری از سوزاندن بایگانی اسناد وزارت دادگستری است. ما می‌دانیم که وزیر دادگستری و مقام‌های حکومت امروز گفتند که سرگرم بحث برای اعلام وضعیت اضطراری اند. وزارت دادگستری آخرین ساختمان دولتی بود که روز یکشنبه به اشغال مخالفان درآمد. وزیر دادگستری اوکراین بامداد دوشنبه به مخالفان هشدار داد: اگر ساختمان وزارت دادگستری از معترضان تخلیه نشود، من ناگزیر خواهم بود از شورای دفاع و امنیت کشور بخواهم که برای اعلام وضعیت اضطراری در کشور تصمیم بگیرند. روز یکشنبه تشییع جنازه تعدادی از شهروندان اوکراین که هفته گذشته در جریان اعتراض‌ها کشته شدند برگزار شد. تشییع کنندگان از آنها به عنوان قهرمان یاد کردند. هنوز تعداد دقیق کشته شدگان اعتراضات هفته گذشته روشن نیست.